أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان نهایت عزیز، خواهران و برادران مهربانم، امروز میخوایم در رابطه به بهترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی صحبت کنم و امیدوار هستم ان شاء الله به نتیجه خوبی هم دست پیدا کنیم. در آغاز قول دانشمند بزرگی را ذکر میکنم که در رابطه به زندگی میگه: سه چیز است در زندگی که بعد از دست دادنش هرگز نمیتونیم دوباره او را به دست بیاریم. اولا کلمات بعد از گفتن، دوم لحظات بعد از سپری شدن، و سوم زمان بعد از دست دادن. و وقت همامی است که بسیار چیزهای گرانبها و با ارزش زندگی ماست که بسیار زیاد باید متوجه باشیم که هدر و زایی از دست ما نره. مثل که در آغاز گفتم، موضوع امروز ما در رابطه به بهترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی هست. اصحاب کرام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند، گفتن: یا رسول الله، بهترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی کدام عمل است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: الصلاة فی وقتها، ادا کردن نماز در وقتش، خواندن نماز در وقتش بهترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی هست. بعد سوال کردند، گفتن: یا رسول الله، بعد از او کدام عمل افضل است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: بر الوالدین، احسان و نیکوکاری کردن با والدین، با پدر و مادر، بهترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی است. باز هم سوال کردند: یا رسول الله، بعد از او کدام عمل؟ ثم ایو، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله تبارک و تعالی بهترین عمل بعد از این اعمال. علمای کرام از حدیث مبارکه استنباط میکنن که مرتبه نیکوکاری و احسان با والدین حتی از جهاد فی سبیل الله کرده هم افضلتر بهتر است نزد الله سبحانه و تعالی، چون که در مرتبه دوم ذکر شده. خواهرا و برادر عزیز، خوب دقت کنید، ما همه ما الحمدلله از پدر و مادر به دنیا آمدیم، پدر مادر داشتیم و داریم. از جمله علائم آخر زمان ای است که انسان ها اکثریت در فکر نیکوکاری کردن و خدمت به دوستا و رفقای خود هستند، اما برعکس در فکر والدین خود نیستند و حتی خدمت به پدر مادر را یک چیزی اضافی فکر میکنن، یک چیزی غیر لازمی فکر میکنن. حال آنکه قرآن مجید در آیات متعددی الله سبحانه و تعالی بعد از حقوق الله، بعد از ایمان به خود و عبادت خود، احسان به والدین را ذکر کرده و امر نموده به نیکوکاری با پدر و مادر. و عبد الله و لا تشرک به شیء و بالوالدین احسان و قضى ربک الا تعبدوا الا اياه، و پروردگارت فیصله کرده، قضاوت کرده که عبادت مکنید، پرستش نکنید به جز از الله تبارک و تعالی هیچ کسی را. و بالوالدین احسان، و با والدینتان، با پدر و مادرتان نیکی کنید، احسان کنید. خب این نیکی کردن با پدر و مادر در چه وقت است؟ در کدام حالت است؟ اما یبلغن عندک الکبر او کلاهما، هرگاه یکی از آنها و یا هر دویشان نزد شما به کهنسالی برسه، ریش سفید شوه یا پیچ سفید، فلا تقل لهما اف، در مقابلشان حتی کلمه اف را هم استعمال نکنید که کلمه ناراحتی است و یا احساس نشان دادن خستگی است، حتی کلمه اف را هم استعمال نکنید، چون که سبب ناراحتی پدر و مادر میشه. اگر اکثریت متوجه شده باشیم، اشخاصی که سنشان زیاد هست، پیچ سفید و روش سفید هستن، اونا یک سوال را چندین بار تکرار میکنن. یعنی شاید زمان فرا برسه که همین پدر و یا مادر ما یک سوال را چندین بار از ما پرسان کنن.
حتی بعد از چند دقیقه بعد و یا یک ساعت بعد و یا یک روز بعد سوال بار بار از ما پرسان کنند و ما بار بار برش جواب هم بدیم، اما دوباره پرسان کنند. در این حالت باید فلا تقل لهما اف، در مقابلشان حتی کلمه اف که نشان دادن احساس ناراحتی و خستگی است هم باید استعمال نکنیم. حقوق والدین بی نهایت زیاد، پروردگار در رابطه به حقوق والدین به نهایت زیاد تاکید کرده که بارها بعد از عبادت به خود و بیان حقوق الله حقوق والدین را ذکر کرده. ما یک واقعی را بیان می کنم که در زمان خلیفه دوم اسلام امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه بوده. حضرت عمر رضی الله عنه یک کسی را دید که مادر خود را طواف میده و مادر خود را بر پشت خود کرده و یا بر شانه های خود کرده و طواف میده. از پیش پرسید که ای کیست؟ گفت مادرم است، از جای بسیار دور آمدیم و همیشه در خدمت مادر خود هستم، حتی مناسک و اعمال حج را هم با پشت ما ادا کرده، بر شانه های ما ادا کرده و بسیار ضعیف و ضعیف است. یا امیر المؤمنین، آیا چیزی از حقوق مادر خود را ادا کردین؟ عمر رضی الله عنه گفت اگر تمام عمر به شانه خود مادر خود را بگردم و این تمام خدمت های تو بر یک پلی ترازو مانده شود و همون روزی که از مادرت متولد شدی و با اون مشقت و تکلیفی که مادرت تو را تولد کرده و اون تکلیف را متقبل شده او را در پله دیگری ترازو بانی، اون مشقت سنگین تر است. سبحان الله، اگر تمام عمر ما خدمت پدر و مادر خود را طوری کنیم که او را بر پشت خود و بر شانه های خود بگردانیم، باز هم همو احسان و نیکی و زحمت یک روز شانه هم ما جبران کردن. در اسلام عزیز ما به احسان و نیکی با والدین به نهایت تاکید شده و الحمدلله این بزرگترین نعمت پروردگار هست که همه ما پدر و مادر داشتیم و داریم. باید قدرشان را بدانیم و برایشان خدمت کنیم از لحظات خود و از زمان خود به خاطر این عمل بسیار عظیم و بزرگ و ثواب بزرگ باید استفاده کنیم از لحظه به لحظه خود، چون که هدف ما مسلمانان رسیدن به سعادت و خوشبختی دارین هست، هم در دنیا و هم در آخرت. در آخرت بزرگترین سعادت را می خواهیم که او جنت هست و به خاطر رسیدن به این اهداف بزرگ ما باید اسلام عزیز خود را، اوامر الله تبارک و تعالی را و نواهی پروردگار را در زندگی خود باید عملی کنیم و تطبیق کنیم، باید انجام بدیم تا انشاءالله به اهداف خود برسیم و با ارزشترین گنجی که ارزشی جستجو کردن و تلاش را داره او هدف است که باید به اهداف خود انشاءالله خود را هم در دنیا و هم در آخرت برسانیم. خواهرها و برادرای عزیزم، همی اسلام عزیز ما که تمام اوامر و نواهی را که برای ما بیان میکنه، اینه به کیها بیان میکنه؟ با ما مسلمانان بیان میکنه؟ آیا به یهود، نصارا، هندو، بیدین، صابی بیان میکنه و یا به ما مسلمانان؟ بدون شک ما مسلمان هستیم و اسلام عزیز ما را باید برش جامعه عمل بپوشانیم، در زندگی خود عملی کنیم، ولو که در هر بخش ما به ما امر کرده و یا نهی کرده و حتی کوشش کنیم، تلاش کنیم تا ذره ذره آداب اسلامی را هم مراعات کنیم در زندگی خود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.